روز پنجشنبه 35 پنج کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها با یک رأی مخالف دوازدهمین قطعنامه خود را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران صادر کردند و خواستار آن شدند که مقامات ایرانی به تعهدات خود برای همکاری با آژانس متعهد باشد. روسیه و چین دو حامی اصلی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای و هند و آفریقای جنوبی به عنوان دو کشور مطرح در بین نه کشور عضو جنبش عدم تعهد در آژانس از جمله رای دهندگان به قطعنامه محکومیت ایران بودند وزارت خارجه روسیه پس از انتشار این بیانیه با اعلام رضایت از مسائل مطرح شده در این قطعنامه گفته ما نه تنها از رای دهندگان به این قطعنامه بودیم بلکه در تهیه آن نیز شرکت داشتیم معاون خاور میانه و شمال آفریقای وزارت خارجه انگلستان نیز رأی اکثریت کشورهای عضو شورای حکام در صدور این بیانیه را نشانگر قاطعیت آنها دانسته و گفته ایران تا به حال نتوانسته صلحآمیز میز بودن فعالیت های هستی خود را اثبات کند یک روز پیش از تصویب این قطعنامه وزارت خارجه آمریکا جدیت جامعه جهانی را در قبال ایران ستود و اثبات صلحآمیز میز بودن فعالیت‌های هسته ایران را بر عهده خود ایران دانسته بود کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌های ایران را به عدم همکاری در شفافسازی فعالیت‌های هسته‌ای متهم کرده بودند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس با عنوان اولین مقام ایرانی در واکنش به این قطنامه آن را غیر سازنده و عاملی برای پیچیده در شدن اوضاع خواند. نماینده ایران در آژانس در مورد نگرانی از فعالیت‌های سایت نظامی پارچه نیز گفته پارچین نه یک تأسیسات هسته‌ای بلکه مجتمع تأسیسات متعارف نظامی متعلق به نیروهای وزارت دفاع است و آژانس حق بازدید از آن را ندارد آقای سلطانیه با تاکید بر عدم عقب نشینی ایران در موضوع غنیسازی از موافقت تهران برای طرح بحران هسته ایران در نشست پنج به علاوه یک در استانبول با عنوان مصالحه بزرگ یاد کرد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بیانیه دوازدهم آژانس را ضد ایرانی سناریویی از پیش تعیین شده و عاملی منفی در مذاکرات پنج به علاوه یک در استانبول دانستند. مقامات ایرانی همواره بر صلحآمیز بودن فعالیت‌های هستی ایران تاکید دارند و گفتند بر مبنای فتوای آیت الله خامنه‌ای ساخت و استفاده از بمب اتم حرام است. اما غرب اصرار دارد ادعاهای ایران در این مورد میبایست در عرصه عمل نیز دیده شود برخی تحلیلگران ایفای نقش چین و روسیه را به عنوان دو بزرگ ایران در قطنامه تازه آژانس تلاشی دانستند در راستای فعالیت‌های دیپلماتیک برای ممانعت از بروز اقدامات نظامی علیه ایران احمد باطبی صدای آمریکا